یه اسنایپر روی پشت بوم، اگه اینجا ببینیش کنار نور سفید ببینیش. این هم حیات خانقاه که بمگذار داره صحبت میکنه، صداش میاد. هر جا رو نگاه میکنم این بالا پشتمون، یعنی یه جا خالی نمیبینی. مردی که دیشب با بستن دینامیت و نارنجک به خود به یک خانقاه درابیش در خیابان وحدت اسلامی تهران حمله کرده بود بازداشت شد. میشه نبودم باستون و هرچی دوست داره بکن، منم دهن دارم تو هم دارم. من زن میدونم که زن بچه داره، این سربازا هم جوونن، بیان جلو به جون بچه هم میزنم اتون. واسون اونور حرفتون بزن. این فرد 48 ساله که به شدت عصبی بود، با همراه داشتن یک قبضه کلاشینکوف، کلت کمری، تعداد زیادی نارنجک و دینامیت، قصد داشت خانقاه را منفجر کند. وی به محض ورود به خانقاه دو نفر را به ضرب گلوله مجروح و یکی از نارنجک ها را هم منفجر کرد. در پی این حادثه نیروهای پلیس با حضور در صحنه و انجام تدابیر امنیتی و لازم، سرانجام بعد از 3 ساعت توانستند فرد مهاجم را بازداشت و این قائله را ختم. آقا همین بر دیدیم این سبزی ها ریختن، همین بر دیدیم کلا کجا ریختن، همین بر دیدیم پلیس امنیت ریختن. اون میگه سردار رجب زاده، اون میگه سردار علی پوری، اون میگه نمیدونم سردار اکبر پوری، یه اسمایی به گوشم میخورد اون شروع. من سال 59 بود دیگه، 59 بود ازدواج کردم من، بعد 32 سال ازدواج کردم. آره یه دختر دارم، درست دخترم 31 سالشه، از اون کوچیکتر پیامه 27 سالشه، از اون کوچیکتر یاراست 24 سالشه. الان تو دفتر هواپیمایی کار میکنه، پیامم تار میزنه، با آقای حسین ظریفینا کار میکنه، کارش موسیقیه و جواهرسازی. یارام که کلن کارش چیزه، کلن کارش موسیقیه. اینا جفتشون هم کشتیگیر بودن، ولی بعد از مثلا 10 سال کشتی، اینا کشتی رو گذاشتن کنار، دیگه رفتن پی موسیقی و الان همونجوری مشغولن. که من زنم گم شده بود، هیچ خبری ازش پیدا نمی، هر جا بگی من در زدم، هر جا بگی هر سوراخ بگی انگشتمو کردم، دوش خبری نشد. من از این بچه درویشا که می اومدم خونه ما، می رفتن با پدر مادرشون، از بچه در دهن بچه درویشا شنیدم که زن من تو خونه صفاست. مثلا من از این بچه ها من می پرسیدم که چیز خاله آذر رو نهید، این اسم زن من آذر بود، اون بچه بود دیگه. میگن حرف حقیقت از بچه بشنو. چرا ما تو شمال بودیم، اونجا خونه آقا صفاینا بود، یا کرج بودیم، یکی دیگه هم میگفت کرج بودیم خونه، یا خونه نعمت اللهی بود. دیدم این اینجاست، اینا به من نمیگه. خانقاه تهران جشن بود، من رفتم اونجا گفتم آقا صفا، من اومدم خانقاه، این همه سالم اینجا خدمت کردم، غلط کردم، نفهمیدم. بذار من 3 تا بچه دارم، دخترم 8 سالشه،
یه پسرم 5 سالش 6 سالشه، یه پسرم 3 سال و نیمش. منم تجارتم وسیعه، نمیتونم تو مغازه و همه چی برسم، چه برسه بیام از این به بعد بشینم بچه داریم بکنم. من ازت خواهش میکنم دست از سر من وردار، هر جوری هم بخوای من باهات کنار میام، بذار ما زندگیمون این چیز زندگیمون به هم نخوره، این آشانه ما به هم نخوره. هر جور آدمی باشی، هر به هر طریقی کنید طرز تفکر در جوجه این راهشو بلدن از چراه وارد مغزت بشن، میدونن چی کار باید بکنن. که آقا اونجا من قشن با چه تیم سارا میومدم زمین اونجا ماچ میکرده، فرمانده لشکر میومد زمین اونجا، مهندس آنچنانه، نمیدونم دکتر آنچنانه، نمیدونم تاجر آنجنان، یکی از تاجران اونجا من بودم که خرتر از همه بودم، میرفتم اونجا جلاغ 6 سال آقا سلفمو میگرفت سلفه نمیکردیم که آقا یه موقع ذکرش به هم نخوره. اینا اینجوری رود کار میکنن. من سیگار دهنم میذاشتم 10 نفر برام فندک میزدم، ولی اونجا چی؟ زیر پای آقا را جارو کردم برام افتخار بود. اینا رو مخ آدم اینجوری راه میره. Gözüm bir ala göz kanıma düştü. Başını oynat diye gözümden güldü. Gülende kadası canıma düştü. Yürüyel eskere merder giden halıyam. Kanım sen dert sen beni yaralıyam. Safo şeyhi kanıga bude. Mesela mühendis kubari hasunca. Un pirdelil kanıga bude. همین سندی است، به ظاهر ریختگری داره. خب اینا ولی مثلا اینجا تمام مجله چاپ مجله لندن دست این بود، اینجا مجله رو چاپ میکردن، داستانهای مثلا دکتر جواد نوربخش رو تو این مینوشتن، بعد یه آرم و مارک همه چیز لندن رو میزدن که این از لندن میاد اینجا. یعنی مردم رو طوری گیج میکنن اینا، شما 100% بگی این در آویش به هیچ و ربطی به رژیم نداره، ولی اینا در کل با همن، در کل با همن. من از نزدیک با اینا زندگی کردم، با اینا بزرگ شدم. اینه که ما هر جا شکایت کردیم آخرش ما محکوم شدیم. یه دوست شبه که چشمام بداره، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون منه، دلم گرفت و منتظرم، خدا کنه که خوابم نبره، خدا کنه که خوابم نبره. یعنی تک تک پیش این امام جمعه رفتم، پیش من وکیلی داشتم مهرداد، هیچ یادم نمیره، ما بارمون هر جا گیر میکرد خیلی گردن کلوب بود، یعنی همه جا نفوذ داشت. یه رو بهش گفتم داستان من اینجوریه، من زنم نیست شده، خسته شدم فلان اینا. اینا پیگیر این خانقاه شد، گفت مجید از من میشنوی دست از این موضوع بردار، برو ازدواج کن، سرت بنداز زندگی تو بکن. گفتم یعنی چی؟ گفت اینا ریشهشون به جایی بسته است که عقل قد نمیده. گفتم یعنی چی؟ گفت به خدا قسم یعنی 2 راه داری، یا باید خودتو بزنی به بیغیرتی قید همه چی رو بزنی بری پیکارت، یا اینکه باید بری با اینا رو در رو چیز بشی، اینه از نظر شکایت، از نظر نمیدونم وکیل بازوی، اینه هیچ کار نمیتونه. یه روز جشن بود، یه روز جشن بود، یکی به من گفتش که مجید خانومت تو چیزه، توی خانقاست، خانقای تهران. من پاشدم رفتم اونجا، 6 دنگ حواسم بود که ببینم این کجاست، اینا چرا با من این بازی رو میکنن و اینا. یکی بالاخره
رفتیم اونجا، هرچی هم گشتم یا اینا منو دیدن دوباره اونو قایم کردن، چجوری من اینا پیدا نکردم. تو حیات صفا واسطاده بود جلوی پنجره، جلو اتاق خودش. خانم حیات خانقا هم خیلی بزرگه و خوبه تقریبا. گفتم آقا صفا من ببین، نه نیاز به ذکر شما دارم من ببر، نه اصلا اینجا به من یونسیه دادین، مشرفم کردین، تاج بهم دادین، کفنه، همین آره میارم بعد بهتون پس میدم. من جز دروغ، جز فیلم، جز کلک تو این خانقا چیزی ندیدم و از این به بعدم نمیخوام ادامه بدم. من فقط میخوام آشیانم به هم نخوره. از سفره من داداشم، فامیلام، خیلی نون میخوره. یه گاراژ ما داریم خیلی ها. یعنی میتونم بگم 2000 نفر. چجوری؟ تمام شیشه براد، اکثر شیشه براد، اکثر راننده ها، اکثر کسایی که دورور مونده، همه اونجا بالاخره یه لقمه نون میبردن. شما با این کارت همه اینا رو داری پامال میکنی ها. نکن این کار رو با من، من دارم آخرین حرفامو بهت میزنم ها، نکن این کار رو با من. خیلی ببخشید. برگشت گفت این زندگی ها رو من نمیدونم چجوری این کلمه رو ببرم. گفت این زندگی را سندن کم کشتی، کم قربوزی کم کشتی، فلک گن سابی پیلم، شگونم خوش کشتی، آراز استه بوز استه، کباب یانار کرد استه، خوی منی از کار نداری. هر جا ما رفتیم ما اینا اصلا گردن کلوفتر از ایناست که من بخوام با پول یا با وکیل چیز اینا در بیام. دیگه ناامید شدم. یک سال تقریبا الکلی شدم، اینجوری بهت بگم. هر کار میکردم آروم نمیگرفتم. یه روز شد همه چی رو گذاشتم کنار، گفتم که من خودم با اینا روبرو میشم. حالا که دولت به داد من نمیرسه، پلیس به داد من نمیرسه، اینا که میگن ما طرفدار مردمیم، همهشون طرفدار خود اینا هستن، یعنی همه اینا یکیه. رفتم سردش. Thank you.
خودم رفتم قیابه طلاقش داده میدون ارک دادگاه ما اونجا بود. رفتم اونجا همون رئیس دادگاه به من گفت اون پسر دنبال چی میگرد؟ مالت هم برده، آبروت هم برده، بذار برو پیکار. ما هم اونجا طلاقش رو نوشتیم و بعد چند وقتا نامش اومد در خونه ما و تموم شد. یه مغازه داشتم و یه ملکی هم داشتم، اینا رو فروختم بین بچه هم تقسیم کردم. حاض تصمیم گرفتم که برم بمیرم، با اینا بجنگم و بمیرم. چیز کردم و یه مقدار پول برداشتم. یه دوستی داشتم تو بازارچه مرزی چیز سردش، قبلا با هم شیشه ما به اون میفرستادیم، اونا هم تو از طریق پیلوری میبردن عراق، خیلی هم از ما شیشه میبردن. هیچ، من از طریق اون با یکی آشنا شدم، اونم منو با یکی آشنا کرد، اونم با یکی، این چهار پنج نفر عوض شد تا اینکه ما با اون آقایی که اصله من میخواستم ازش روبرو شد. ده کیلو گفتم من TNT میخوام، صورتی که بهش دادم. 15 تا دینامیت ازت میخوام، 15 تا نارنجک میخوام، یک کلاش میخوام ازت، 200 تا تیر، یک کلت میخوام 200 تا تیر با خفه کنش. این خفه کنی نام میخواستم که تا مثلا کارهای اولی هم میکنم، الان مثلا سرصدا نشه پلیس تا هرچی دیرتر بیاد من کارامو بهتر میتونم انجام بدم. یه جاقا این به من چیز کرد، یه روز من زنگ زد که مجید پاش بیا اینجا. ما باشدیم رفتیم سردشت رو، هیچ موقع هم خدایش ما رو نه خونه نه مغازه جایی نبرد، همش اونجا تو بغل اون آبشار هم دیگر رو میدید. اونجا هم یه جای تفریگاه بود و اونجا خیلی راحت میشد چیز کن. هیچ، اونجا من گفت مجید من هرچی حساب میکنم اینا رو با چیز نمیتونی ببری، مگر اینکه اینجا وسیله بگیریم یا من در خونه تو میارم تحویل میدم. اولین آخرش این حرفش این بود که من در خونه تو تحویل میدم، تو را دستگیر بشی اینجا اسمی از ما ببری داستان عوض میشه. منم هر جوری حساب میکردم اینا خونه منو نشناسن، من اینجوری حساب میکردم. مدام اینا بیاد مثلا راننده است میخواد بیاره یا بده به یه ماشینیه بیاره، هر کی بیاد فردا خونه ما رو بشناسه، فردا بیاد اونجا اخاذی کنه یا ما رو تهدید کنه فلان کار بیخ پیدا میکنه. شلوغ کشورم که شلوغ بود، میگفت حالا بیا فردا به اسم یه تخریبکار دیگه ما رو اینجا دستگیر میکنه. تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که من اینا رو خورد خورد بیارم خودم. ما یه ماشین داشتیم چیز پژو، یه ماشین هم خریدیم پراگ. اونجا ما میرفتیم چادر میزدیم بغل اون آبشاره، ماشین هم میذاشتم اینجا، چادر هم میزدیم بغلش، همه وسایل ماشین رو میریختیم توی چیز. بزار هم که همین چادر رو نمیدونم پیکنیک و فلاکس و اینا که برای مسافرت آدم میبره بخوره، میریدیم اونجا. اون آقا میومد، این یکی ماشینی که من خریدم بهش دادم، این میبردن اون بر. اونجا تلویزیون میخرید، جارو برقی میخرید، نمیدونم هرچی که اینجور چیز هست میخرید و اینا. پشت اینا رو باز میکرد، دو تا، سه تا، پنج تا، چهار تا، هر چند تا میتونه سرسری تو اینا جاسازی میکرد. اون شب من اومدم رفتم دم در خانقا، یک ساعت نیم دو ساعت واستم دم بعد عرازل و باشم بزرگان خانقا دارم میان میرن تو. گفتم بهتر اینقدرم آمادم، یعنی لحظه شماری میکنم برای این رو. حالا ما از کرس پیرنم رو پوشیدم، دینامیتا رو گذاشتم، TNT رو از زیر بستم به کمرم، نانجا که همه جا درستم، تا اینجا هم جای فشن اندوخته بودم رو پیره، همه جا پولیس های چاقای پولیسی خریدم، خشاب و همه جام پره. یعنی تصمیم گرفتم اون تورا مثلا از کرج داریم میام تهران، تورا پولیس مولیس مثلا یه موقع فهمید چیز شد، از همونجا درگیری رو شروع کنم. کلاش رو گذاشتم جلو پام تو سایت تو ماشین، خودم رانندگی میکنم ولی جلو پامه که مثلا هر جا شد هم از همونجا شروع کنم.
همینا تنم بود، یه کاپشن پف کرده روش پوشیده بوده. این گلاژم دستم رفتم تو. اینا هم که میبینی من دینامیتا اینجا 9 تاش هست، چیز 6 تا اینا رو توی لیوانای پلاستیکی اینجوری حاضر آماده گذاشتم که نقشه داشتم اینا رو جمع کنم، اینا رو بچینم دورش، تکون خوردن یک چکه آتش بزنم. همه اینا رو داستان داشتم براش، حتی برای سیم خشک برده بودم یک چکه دستا اینا رو ببندم و اینا. هیچ، رفتم توی توالت. وقتی که رفتم تو اونجا نمیذارن چیزی رو ببری تو، ولی خب من چون اونجا میشناسم منو، من ساک با خودم بردم، کلاش توش بود. رفتم توی دستشویی، این کاپشنمو در آوردم، کلت آماده کردم، کلاش آویزون کردم. نگاه کنی تو عکسای، چیز سیاه از گردنم آویزونه. این دسته، این ساکا هستش، دسته داره. دوختم به پیرنم، قلاب گذاشته بودم، انداختم قلاب آشو، حاضر آماده اومدم بیرون. یه آیه چیز هست اونجا، مسئول اونجاست، آیه زاهدی، اصلا داشت میلرزید. آبا اونر چی داره میگه؟ این چه گفتم حرف نزن. کسی که اینجا زن بچهشو دوست داره، خانوادهشو دوست داره، فقط حرف گوش میکنه. تا حالا شما حرف زدین، ما رقصیدیم، امشب من میخوام حرف بزنم. وقتی شلوغ شد دیدم نه، این چیز نه، یه رگبار بستم. گفتم این بیشرف کجاست؟ همه هم رفیقم اونجا دیگه، ما چندین سال با هم بودم. هی اون میگه مجید جون اینجوری، من گفتم آقا مجید جون پجید جون رو ولش کن دیگه. حرف گوش میکنین امشب، اگر میخواین خونتون برین حرف گوش میکنین، حرف نمیزنید، فقط من حرف میزنم امشب اینجا. هرچی گفتم صفا کجاست نشون نداد، هر چی بین داد و بیداد تهدید نشونه، ولی از نگاه ها فهمیدم که تو کتاب خونه است. آقا من از نگاه ها فهمیدم این تو کتاب خونه است. اومدم وسط حیات، دیدم بله، با اون معاونش حمید سندی، اون حمید سنعتی اونجاست. گفتم که بیا بیرون مجید. من اصلا منو دید یه جوری شد، دیدم چیز نمیشه، به این دم دریا گفتم برین اون بر. نرفتن این ور اون ور، یه نارنجه که انداختم این بغل، گفتم من میگم که برید کنار، من با شما کار ندارم، اگه شما کار دارین بسم الله، حرفی نیست. آقا بالاخره من رفتم توی اتاق، گفتم داداش من شما میگی ما از دیوار رد میشه، درسته؟ این دیوار آقا صفا، این تو رد شو. سه بارم قسمش دادم، بهش گفتم از اینجا رد شو، رد نشی اینجا، من میدونم تو. علی تو صدا کن، پیر تو صدا کن، خدا تو صدا کن، هر کیو بلدی صدا کن. حالا داره میلرزه، من دارم میبینم داره میلرزه. من آخه وصل نیستم، من اون ذکر با تو گفتم برو. اون موقع که من 25 سالم بود خر بودم، الان من 48 سالمه. یعنی چاله ها را دیگه رد کردم، دیگه نمیتونه من رنگ کنی، هر کاری بلدی الان بکن. آقا این برام برای دیدیم نه چیز، دو تا خوابوندم تو بیزاش با کلت. این گربه پرید ونگ زد اومد پایین افتاد زمین، اون حمید اومد ونگ بزنه دو تا هم بیزاش. تنگ گروم خوشی داشت میرفت تو عب را، گفتی دیگه وقت رفتن، من رو گذاشتی تنها، بیام که دل خریدار نداره، مریض با اون پرستار نداره، بیا که هنوز هم دل من واسه تو مهربونه، بیا که هنوز هم دل من واسه تو مهربونه، آخ بیا که دل خوشیم تو اینی خدا خودش میدونه، بیا که دل خریدار نداره، مریض و مکرستار نداره.
آسمون با این گپی با این گپی گوشش نوشته گوشش نوشته هر کی یارش خوشگله وای وای خوشگله جاش تو بهشته جاش تو بهشته ای دایی دایی جونم خمگل خوبان مستونم عزیز یار قشنگ های جونم های 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 آی بیا از در در آزرده تو گیر و امسق یار وای دلوم نازو شده مانند شیشه سبز یار آقا همین بر دیدیم این سبزی ها ریختن همین بر دیدیم کلا کجا ریختن همین بر دیدیم پلیس امنیت ریختن اون میگه سردار رجب زاده اون میگه سردار علی پور اون میگه نمیدونم سردار اکبر پور یه اسمایی به گوشم میخورد اون شروع ولی میگم یه آرامشی داشتم خدا شاهده توی مثلا پلیس امنیت تو زندانم بازم اون آرامشو داشتم نمیدونم چرا این گر مثلا یه باری که همیشه رو این دوشم بود نمیدونی تو این چند سال من چجوری راه میرفتم خدا شاهده انگار یه بار خیلی خیلی سنگین رو این دوشم بود یه مهر ننگین اینجام بود انگار اون بار برداشته بودن هر رو دوشم انگار این مهره رو اینجا برداشته بود خیلی راحت بودم تا اینجا آقا چیه اسمش؟ قاضی شاملو هی میگفت من قاضی شاملو هم قاضی شاملو هم گفتم آقا باش به من چه؟ بالاخره دیگه خیلی حرف زدیم چهار ساعت و نیم آقا نمیدونم اون میگفت من قاضی فلان هم این میگفت من پلیس فلان هم این میگفت من سردار فلان هم هر کسی یه چیزی میگفت من هم شیش دنگ حواسم بود که این اعصابم به هم نریزه حتی مثلا یه جا یادم میاد یه گروه بام بود چی بود از پشت این خشابم رو میخواست برداره از تو به من اینا را طوری دور کیپ کرده بودم تو یعنی به این آسونه در نمیاد چون میدونستم اونجا این ور اونور باید بدو هم نریزه ازم این اومده مچش رو گرفتم گفتم به خدا و انجب میزنم این ور در میاد او برو زندگی تو بکن من چی کار به تو دارم آخه تو اومد اینجا گیر داده به این خشاب ما برو هیچی بالاخره یه جا رجب زاده گفتش که خیلی خوب تو بیا برو سالون من میگم اینجا اونایی که تو میخوای اینجا نیست منم با کی کار دارم؟ همه میگفتم 20 نفر اینجا بی‌ناموس هست من با اونا کار دارم 20 نفر اونایی که چیز خانواده دست اوناست آقا نگو اینا رو از پنجره که جیم کردم من اونجا سرم کلا رفت هیچ رجب زاده یه جا گفتش که بیا برو تو رو نگاه آقا من رفتم تو اصلا دهنم وامون دیدم چهل پنجاه تا پیر پاتال مونده و اونا هم که پنجره بسید که نمیدونستم برم پایین چجوری هیچی دیگه اومدیم گفتم که تنهاراش اینه که من با کلک خودم دوباره برسونم مردم اینه من تک باشم اینا منو میزنن هیچ آقا من اومدم پایین رجب زاده گفتش که بیا از خر شیطون پیاده شو همه شم ترکی با مردم بیا از خر شیطون پیاده شو و یا من کمکت میکنم دیدی پلیسا چه حرفایی میزنن دیگه گفتم باش آقا حالا که به من کلک زده اینا رفتم بیرون من میام دروزنامه هم هست یه جا رجب زاده پیشمه داریم از در میام بیرون گفتم بذار تا اونجا آروم برن ولی چیز زامنش کشیده دستم آقا پریدم از همین در که برم اینا دویدم تو حیات دویدم تو حد دستون دارم نارنجک ها را کشیدم دونه دونه تو اتاق دیگه نمیدونم خدا کسی توش هست توش نیه خدا خدا هم میکردم کسی مثلا این هر که درش معمولی هم نباش
ولی دیگه هرسم گرفته بود مینداختم. ظلم ظالم جور سیاد آشیان هم داد برباد ای خدا این فلک ای طبیعت شام تا پیش ما را سهر کن. گفتم اینجا ساختمونو میریزم پایین. گفتم ما بهت قول میدیم اینا رو بیاریم دادگاه علنی بذاریم، اینا رو محاکمه کن. گفتم از کجا من باور کنم این حرفتونو؟ گفتن که قول میدیم. گفتم خیلی خوب، این دوربین آقا یکیتون این فیلمتون عوض کنی، اینا که حرف میزنن اینو ضبط کنید بدید به من. آقا اینا هم این کارو کردن، اینا هم قول دادن به ما اینا، ولی همین که ما همه اینا رو دادیم ما رو بردن تو کچه بردن، ملت همینجور واسطاده، مردم در دست مردم جانست، هیچی بالاخره ما رو چکندن تو اون ونا. حالا بیا با این ون از اینجا برو بیرون. حالا منو کیا گرفتن؟ این یارو هستن کلا میکشن سرشون همه چیزا، حالا کردن تو مگه میشه ماشون من میتونه راه براخه؟ همه جا آدم، همه جا مردم، به همه جا رو گرفت. هیچی بالاخره با هزار مکافات الله اینا اومده رفتیم رسیدیم پلیس امنیت. پلیس امنیت رسیدیم، بابا این حرفایی که زده بودین، این قولایی که داده بودین، هیچ. فیلمی ما رو هم گرفتن از همونو، شروع شد. به قول این تبریزی ها نیمسن توشولاش، آقا شروع شد، بزن بهادری دی، بزن شروع شد. حالا دیگه چماق دست ایناست، ما رو هم بردن توی یه زیرزمین، اونجا سلول اینجوری هیچ یه کاری نمیتونی بکنی. بعدم از این ور بعد یک ساعت اینا که حالمونو یه ذره جا آوردن، بعد اومدن بلدم کجات بزنم، یعنی خط تو صورتت نیفته اینجوری. اجرایی رو من اولین بار بود دیدم، خیلی هم بد جوری حرف میزد. منم به خدا این زیر سیگاره رو میز بود، هرچی گفته گفتم آقا هرکی میخوایم باشین شما. من وقتی که زندگیم از دستم رفت شما کجا بودین؟ اینه من حالی کنید من حالیم بشه. یارو برگشت گفتش که این حالش خوب نیست، اینو ببره روانشناس. آقا ما رو چند جلسه هم آوردن این روانشناسی رو نمیدونم کجا و کجا، هیچ هر جا میتونستم میبردم میوردن دیگه، هر جا میرسیم یه سوالای میکردن. بعد از چند وقت که اینجا کارمون تموم شد توی پلیس امنیت، ما رو بردن تحویل دادن زندان اوین، اندرزگاه هشت بودیم. یه روز من صدا کردن که اطلاعات رو میخواد، وسایلتو جمع کن. داستان اینجا شروع شد. من تا اون روز 209 رو ندیده بودم. این میمون گفتم زندانه میگفتن 209 کجا بود و اینا. آقا وقتی که ما رو اومدم با یه پژوی 4-5 تا مامور ما رو بردن، اصلا من سالون رو دیدم ده من انجا بوی بعدی میاد. اینجا دیگه اندازگاه پلیس امنیت و فلان اینجور چیزا نیست. همین وارد شدیم این چشمبند رو بستن، اولین بار چشمبند زدن چشمو، دستامون هم از این پر برو تو. رفتیم تو سالن، اسم اسمو نوشتن، چسبوندن ما رو به دیوار.
آقا من میرفتن این زیر چشمی نگاه کردم دارم بسر هی این یارم یکی هم بود نمیدم کی بود این میمه سرم بود سرتو بنده پایین سرتو بنده پایین به همه میگفت سرتو بنده پایین اوین میگن هتله والا هتله در مقابل رجایش این اینقدر غذاشون عالی بود یعنی از عالی هم اونورتر از این ماهی های دودی درسته نفر یه دونه میدادن در روز بعد نمیدونم کباب میدادن بعد برنج آنچنانه بعد خیلی خوب بود غذاشون ولی تنها 209 اینجوری من دیدم اون یکی ها نه یه روز اومدن گفتن که آقا بازجو توسط شده بیا ما رفتیم دیدیم آقا یه آقای نشسته گفت آقا همین وارد شدم گفت میخوای چشمند رو بکنی گفتم آره گفت اینجا ما چیز نداریم اجازه نداریم گفتم من چشامو میبندین تمرکز ندارم من نمیتونم حرف بزنم یک دومیش من سیگاریم به من سیگار ندی حرفی از من نمیشنوی اینجوری بهت بگم این ولی آدم خوبی بود رفت یه بسته سیگار بود گفت چشمندم دارن رو در رو هم بشن صحبت کن تو اتاق بازجو نشستیم رو در رو نشستیم گفتش که من میخوام دوستانه با هم صحبت کن خیلی آدم نرمی منو دیدم خیلی آدم مثلا زورگو مون اون اولی ها خیلی زورگو بودن یعنی همین که حرف میزدن اعصابمو خرد میکردن نمیتونستم تمرکز کنم ولی این خیلی ریلکس خیلی آروم حاجی کریمی بهش میگفت شمار تلفنش هم به من داد گفت هر موقع مشکلی داشتی به من زنگ میزنی من میگم چیکار بکنم و اینا گفتم آقا من اولین چیز میخوام با بچه هم صحبت کنم او باش موبایلشو در آورد تو همون اتاق داد به من گفتش که شماره داد به من بعد گرفت گفت بده شماره تو بده شماره رو من گفتم اول با خانمم صحبت کردم بعد با بچه هم صحبت کردم و اینا هی الهام اینا گریه میکردم بابا چی شده بابا میگن اونجا میکشن بابا گفتم بابا ما نشستیم اینجا دل میدیم قلبه میگیریم چی رو میکشن و فلا اینا حالا نگو طوفان اون بره با خبر نده هیچ این آقا نرم یعنی هر روز مثلا مدام هر روز نمیشد بعض ما هم یه روز در میاد این حاجی کریمی میومد ای سوال اینا کیان اونا کیان اینا کیان اون خانواده چیه کیا رو اونجا مثلا 20 تا میچپندن توی مینیبوس یه چیزی از این ماشین های زندانی نمیبردن ولی من هر موقع میبردن یه دون از این ون سبزا میومد حالا 3 تا 4 تا 5 تا همیشه اینجوری بود از این سربازهایی که لباس های چریکی میپوشن کلاکز میگن چی میگن اونا میومد دوتا هم افسر همیشه دوتا افسر بود سوار ون که می شدیم ما اینجوری مثلا می شستیم رو ون دیگه خب اونجا یه صندلی وسط فقط سربازا این ور می شد یه پابند اینجا به ماشین نصب بود به دیواره ماشین نصب بود یه کم این ور اینا رو می زدن این پای من یه پابندم اینجا بود دستبندم دوتا این ور نصب بود این ور هم نصب بود اینا رو می زدن دستم اینجا هم یه دستبند بود بعد یه دونه هم از این زنجیر این پابندم اینجا میبستم به این دستبنده بعد من همیشه چیز میکردم میگفتم آقا یه گردن بندم بندازین گردنمون خودتون رو خلاص کن اون هم میگفت آقا
اون وظیفه داریم اینجوری و فلان و فلان. هیچ. یه روز آقا ما رو خواستن اینجور سوار ون کردن و اومدیم. آقا دیدیم از شهر خارج شدن اینا. آقا کجا میریم؟ بر میگردیم. هیچی هم به ما نمیگه. بعد اومدیم اتوبان کرج رو بعد دیدیم از این پایین کرج وارد کرج شدن و اینا. اومدیم. خب ما هم بچه گرجیم. خونه همون اونجا سسته. بعد اومدیم دیدیم که از ملا صدر اونجا رفتن و کجا میرن؟ رجای شهر. جلوی رجای شهر من قشنگ دیدم دیگه رجای شهر. ما که پیاده شدیم، حالا من طور مثلا این چیزها رو دیگه تو ماشین واه میکنن، ولی من اومدنی بازم اینجوری با کلاغی را میومدیم. این یارو پابند و دستبند واز نمیکردن، اینجوری با دولا دولا را میومدیم. یعنی هر چی که بگی تو این رجای شهر هست، هر چی که بگی. یه پسره رو برده بودم میگفت خیلی هم چیز دورور من میپلکید، تو من جون ریش میشتار اصلا خوشم نمیمود، از یه آدم موزی هم میدیدمش. بعد یه روز یه نفر به من گفت آقا مجید اینو تو اتاق اتنا راه نده اینا. گفتم من کیه چکار کردم؟ گفت یه بچه 6 ساله رو 10-15 بار این تجاوز کرده بشه. آقا من این نشدیدم از این مغزم برگشت. من اینجوری دراز کشیده بودم، من تخت سوم بود مالا. یه اومد گفت آقا مجید نمیای تو حیات، حوصله‌مون سر میره. آقا من بلند شدم این گرم زن یه چیزی به من وارد شده. اینو دهنمو باز کردم. از 3-4 نفرم پرسیدم آره راست میگی، همه گفتن آره جرم اینه. یعنی باور کن اگه اونجا میگرفتم طول میزدم از جاش بلند نشم. کسافت آخه بچه 6 ساله تو نمیم 30 ساله تو 27 سال. از اون القاعدش گرفته، چپیش گرفته، این منصور اوزاندو اینا هم اونجا بوده، اونا را فرستادن چیچی دو، اندازگاه دو. هم هرچ که بگی بود اونجا دیگه. آقا بالاخره ما آقا حیات رفتم و دیم خدای اون چه زندانیه، اینجا میخوایم زندگی کنیم، داستان چیه؟ 3-4 روز من انداختن تو کلیدور. روز که وارد شد من یه رو رفتم به وکیل، من گفتم من اینجا نمیتونم بمونم. گفت آقای دینامیت اگر بخوای نخوای باید بمون اینجا. یه بچه ترکی بود علی آقا بهش میگفتن، وکیل بند بود. گفتم علی آقا من اعصابم خورد میشه، هر روز اینو کلیدور جمع کنید وسایلاتون، هم میخوان جارو بکشن، نمیدونم اون میاد رد میشه، نصف شب پا تلاقت میکنن. گفتم که بیا رفاقت کنی اتاق من بده. گفت ندیم چی؟ گفتم پولشو میدم. گفت ما اینجا پول مول نمیگیرم. گفتم دیگه خودت میدون، من یه چیزی بهت گفتم دیگه. گفت منظورت چی؟ گفتم همینجوری یه چیزی گفتم دیگه، تا آخرش بخون. من دنبال یه تخ میگردم، میگم ببین پولشو میخوای بهت بدم، به هیچ احد و ناسم نمیگه، ولی من تو کلیدور بخواب نیستم، ولی نمیذارم تو هم وکیل بهم باشه اینجا، آخرش رو بهت بگم دیگه. این رفت و به جون خودم نمیدونم، شب بود یعنی فکر کنم 8-9 بود. یهو گفت
آقای تی انتی بیا جلو. رفتیم اونجا، گفت تو قرص خواسته بودی. من قرص نوزم نخواسته بودم. بولم بولم گفت تو قرص خواسته بودی، از بهتاری برا دووردم. رفتم تو اتاقش، گفت میری اتاق حاج کریم اینا، اونجا طبقه سوم تخت تازه. یه روز دیدم معاون زندان ما رو خواست. آقا ما میخواستیم شما اینجا پیش شما باشی، ولی شما نمیخوای پیش شما باشی. گفتم چطور نمیخوام پیش شما باشم؟ من خودم الان ولم کن. گفت نه، ولت کنیم که نه، ما مازم بیدیم زندان جای دیگه نفرستیم. شما تو اوین دعوا کردی، فرستادنت اینجا. اینجا هم دعوا کنیم، اینو کجا میفرستنه؟ خدایا یه اسمی گفت نزدیکای اهواز اونجاها، بین اهواز، گفتن بین اهواز و شیراز اونجا، کازرون اینا، نه یه شبیه این اسم بود. اون روز به این چیز گفتم شناخ، گوارو زندان اونجا معروفه. گفت زندان اونجا یه توی جای کویره، همه القاعده ها اونجاست، سه ماه یه بار ملاقات داری، ماه یه بارم تلفن داری، 5 دقیقه بتونی بگیری یا نگیری. بسم ما دیدیم بیریم اونجا، این بیچاره بچه هامون این همه راه را بیان، خودمون دلتنگ میشیم فلان. بالاخره هفته حالا یکی اون میاد، یکی اون یکی میاد، هفته بالاخره میبینیم بچه. خدایا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفتم که خب داداش ما الان باید چیکار کنیم؟ من اینجا چیزایی که میبینم هیچی نگم. گفت نه. گفتم آخو من نمیتونم. گفت منم نمیتونم اینجا نگرد داره. میخوای اینجا باشی یا نه؟ من روز راستیزه کوتاه اومده. مثلا دخترم اینجا ما پاشو بیاد احواز. نزدیکای احواز میگفتم. کجا میگفت؟ پدرش در میاد. یا پسرم میخواد بیاد. یا ما مثلا خواهرم میخواد بیاد. یا نمیدونم زن. یه خودت فکر کرد با اینا؟ گفتم داداش دوتا مساوی شدیم دیگه. گفت یعنی چی؟ گفتم باش، من کارامو اونجور که اون کارهایی که میخواستم بکنم دیگه نمیکنم. حالا از این ور این وکیل ما کارهای منو ردیف کرده، پول کلوم میخواد منو مرخصی بگیره برای من، گوش میکنی؟ ولی من از دقیقه که دیگه از پیش وکیل بند چیز اومدم، معاون زندان اومدم، همهش تو این فکرم چجوری فرار کنم. اینجوری نمیشه. چه لفظ یواش یواش تو گوشم زمزمه کردن که یه ما دادم به تو رو خرس. خودم بازم خوبه، حالا یه ما هم یه ماه. بعد فرداش شد این گفتن که پستیه نیورده چیز و نامتو. من یعنی امروز فرض کن آزادیم ساده شده، ولی 5 روز طول کشم از زندان بیام بیرون. نمیدونم اینا چی کارا میکردن، چی تحقیقای میکردن فلان. بعد یه ماه شد 15 روز. آقا ما یه ذره پنچر شدیم، بودیم به سعی نمیست که نشده، یواش یواش میخوام ما را حالی کنیم به خدا. بعد 15 روز شد، 2 روز گذشت، 15 روز شد، 7 روز. کدوم بابا یه روز باشه بیاریم بیرون شما؟ نکنه این وکیل کلکی زده میخواد پولو بخوره. بعد یه روز وکیلم خودش زنگ زد که من شرمنده بهت گفتم 45-47 روز، ولی به شرفم قدم قسم 5 روز بیشتر نتونستم بگیرم.
پاشدم رفتم پایین به اون نگهبانی، گفتم آقا اسم من رو صدا کردیم. گفت اسمش چیه؟ گفتم مجید امیر باهان. نگاه که گفت دیگه ساعت صداد میکنم کجایی؟ گفتم با من چهار روز پای تلفن پای بلنگو تکون نخوردم، حالا گفت برو برو وسایل تو جمع کن به آزاد. آقا اینو گفت. گفتم آقا یه بار دیگه نگاه کن نماره دیگه اومد. در رو باز کردن و اینا، یه ماشین فوری گرفتم، یه ماشین گرفتم اومدم خونه، یه مقدارم شیرینی میرینه خریدم، صد و خورده‌ای هم تو حسابم پول بود، اونم بهم داده تو اون کارتا میدن، اون تو اون پول بود، اونم گرفتم یه مقدار شیرینی نگرفتم، در رو زدم اومدم تو. اصلا این چیز اینا بچه هایش کدوم باور نمیکرد، آقا ریختن سر صدا و فلان اینا، تا اینکه میگم یه روز گذشت و ولی من نه خوابم میره تو خونه نه چیز، فقط اینی که چجوری بره. به بهونه سیگار خریدن دو سه بار رفتم بیرون، پایین خونه ما هم بقالی هستش، سوپرمارکت، اومدم دم در بقالی بلند گفتم که شما چرا وینستون لایت نمیاری؟ هر موقع من پرسیدم من قرمزا داری؟ به اونم سپرده بودم، من اینجور پرسیدم اینجور بگو، اونم گفت نداریم دیگه، نیاوردیم اینا. من اومدم از سراح برم پایین، یه سراحی هست اونجا، برم پایین اون یکی بقالی، یکی گفت آقا کجا میری؟ گفتم که شما آقا. گفت شما ما رو بلکن، بقالی اونجا هست، چی میخواد بگیر نیست، یکی دیگر رو بفرست، برو خونت همینو بیم. گفت خلاصه من تیز شدم بهش، گفتم آقا شما، گفت آقا جون حرف دیگه نزن، برو خونتون، من دارم حرف اول آخر میزنم. یه جوری گفت من از گفتن این فهمیدم این ماموره. اومدیم خونه به بچه ها گفتیم تیز شمونم، آقا سه تا ماشین، یکی اون بر یکی این بر یکی اون، درست سه تا راه که داشت ما بریم اونجا بود. زنم بیچاره این چقدر زحمت کشید خدای، این زن دوم مریضم بوده اونکی، من بچه کرج، حالا تلفن میلفون هم نمیتونم بزنم، میگم اینا که اینجا به پا گذاشتم خب تلفن هم حتما کنترل دیگه. بیچاره این خانم هم فرستادم اونم، بند خدا خیلی دوید دنبالم، فرستادم اینا، یه اون رفیقم و باش اینا که گفته بودم، گفته بودم بگو اینجوری من میخوام اینجا برم بیرون. اون هم که من بهت میگم تو نومابان زندگی میکنه، اسمش رو نمه، همه یه تهرون میشناسدش. به پیغامم رسوندم که داستان اونجوری، آقا هفتش نفر رو فرستادن، یه عروسی هم بود اون روزا اونجا، شب عروسی اینا یه دعوایی را انداختن، لات بازی در آوردن آنچنان، یهو من دیدم که خانومم اومد گفت مجید یه آقا میگه، یه آقای میگه بپر پشت ماشین بریم. آقا من اومدم بیرون میگم خب سوار چیز بشیم، دم صندوق عقب واضح با کله رفتیم صندوق عقب. Thank you.
سنگش چی هرچی پریدم پایین قیل خوردم بغل جاده پریدم اونجا و باور میکنی اینا رفتن ولی دمشون گم بعدها به من گفتن که ما از دور اون ور رفتن حالا کجای اتوبان دور زده اومدن از اون ور چقدر منو پاییدن ببینم من رفتم یا نه من اونجا این نزدیکی فکر کنم یه 20 دقیقه 30 دقیقه اون بغل تیکون نخوردم واستادم بعد اون قسم میخورم که شاید 40-45 دقیقه تو همون بغل جاده اینجوری یواش یواش رفتم ببینم کسی ماشین وای میسته وای نمیسته دیدم خبری نیست اومدم تو وارد جاده شدم از خاکی اومدم وارد جاده شدم بعد دیدم که ماشینا وای نمیسته نصف شبه دیدم ماشینا وای نمیست گفتم اینجا جای دیوونه بازیه دیگه آخر چیز این همه خرج کردیم با این همه دلوره با این همه بدبخت اومدیم بیرون اینجا دیگه نمیشه واسید ادا در بیاد رفتم واسدم وسط اتوبان آقا از دور یه اتوبوس میمد چراغ زد این ور گرفت اون ور گرفت هر جور دویدم جلوش من باید واسد هیچ راه ندارم واسداد یارو بوغ زد چراغ و فلان بعد از این بغل گفت دیوونه این وسط گفتم هرچی میخوای حساب کن من بچه‌م داره میمیره منو باید ببری راه نداره یکتا اینجوری نگاه کردم از که یارو هم سینه سوخته بود فهمید من چی میگه گفت بیا بالا سوار شدم همون صندلی چیز از پلا میری بالا نشستم اونجا یارو گفت بابا حق تو سرت نیست و اینه گفتم هرچی میگه حق داره فوشم هم میتونی بدی دریوری هم میتونی بگی کرایت هم 10 برابر میخوای بدم من ببرن آره یه جورایی هم بهم نگاه میکن هی به اون چیز هم میگفت یه لیوان آب بدیم بخور باور میکن دهمنم اصلا خاک خالی بود اومدیم رسیدیم تبریز حالا رو راست خواهرم داداشم زن دایی‌ام همه هستن همه هم میدونم من اومدم همه هم میترزم منو تو خونه‌اش را بده هیچ بالاخره ما یه دوستی داشتیم ولی مادرم همه میترسیدن جز مادرم به خودم یه دوستی داشتیم مادرم رفت با اونا هماهنگ کرد اونا غلامش هم بگو بیاد نه حرفانی رفته موندیم اونجا ولی صبحش زدم بیرون صبح حالا کلاه چیز کردم اینا عینک گشتم شالمال انداختم کمرمو تا میکنم راه میرم یه ادای در میورد تا اینکه رفتم مرز چیز شوروی آذربایجان از آستاره گرفتم بودم نمیشه اومدم این بلاسوار میگن اونجا اومدم بلا سوار نشد رفتم دشت مغان هست پیسا من چرا اینا اسماش یادم رفته خدایا خیلی چیزا یادم رفته بردم مارا شب از این یه دهات یه نیم ساعت هم نمیشد 20 دقیقه با اون ماشین ما اومدیم از اونجا اون دهات که بود آخر دهات بود من دیدم باش آخر دهات اورد ما را توی خونه گفت آقا امشب اینجای اومدیم اونجا اون بنده خدا صبح هم رفتنه من گفت این موبایل تو لازم نداری بده به من بودم خب گوشیشو میخوام گفت خط تو بده اینکه به در تو نمیخوره گنجه بخوای بری بیرون خط تو بده خطمون رو دادیم بی اومدن ولی شب موندیم اونجا صبح ساعت 10-11 اینا میشد اومد گفت حاضری اون بنده خدا خانمشم صبح اینا برام آورد اینا
گفت حاضری؟ گفتم بله. کردی بله، همه کردی صحبت میکرد. من اووردم باز سوار یه ماشین اووردیم. به من گفت تو راه اگه پاسگاه سوال جواب کرد، گفتم میدونم چی بگم، خیالت راحت. گفت بذار من اینی که بهت میگم بگو. گفت بگو که من از فامیلاشم بودم، مرد حسابی. من چجور فامیل تا من ترکم تو کردی؟ بودم با میگم هم جپم بوده هم ردیف هم بوده فلان بوده، داستان درست میکنم تو خیالت را. آه اومد مثلا پاسگاه ما رو نگر نداشت، اومدیم توی دهات دیگه یه شب هم موندیم. حالا اینا دهات به دهات میکنم ما رو به مرز نزدیک میرم، من یک تو دینه میگم این مرز چقدر مونده، همش هم به من میگن یه زر بیشتر ها نمونده. ولی ما نمیرم این دهات ها زیگزالی بود چجوری بود، خیلی شد پنج شیش تا دهات ما رو بالاخره عوض کرد. پنجمین روز یه دعاتی آوردن، اون بچه اون صاحب خونه اومد توی همکف میشستن تلویزیون اینا نگاه میکردن. بچه اومد من بهش گفتم که تو مدرسه میری و فلان اینا، یه دختر بچه مثلا 7-8 سالش بوده. گفت آره اینجا ما اون دهات رو بریم و میریم مدرسه اینا. گفتم اون دهات اسمش چیه؟ این دهات اسمش چیه؟ گفت این دهات ما اسمش حکیه. فهمیدم این دهات اسمش حکیه. بازم نم کجا هم داریم میریم بیرون هیچی. فردا شد ساعت نهار رو ما خوردیم، نهار رو خوردیم قشنگ یادمه. بعد از اونش یه وانت اومد پرو گوسفند بود، پرو گوسفند. به من گفت آقا باید ببخشی باید بری لاین گوسفند. خودم و برچه میگی ما بریم بریم اینجا. رفتیم لاین گوسفند ها و گفت اینجا پاسگاه هست، از اینجا باید اینجا رد شد، آخراشه دیگه داریم میرسیم. آقا ما لای گوسفندا اینا هم اومدن جلون پاسگاهمون، چونی خواست یه سلام علیک هم کردن و هیچی هم نگفتن، یه بی بی بو هم زد رد شد. رد شدیم و من دیدم دیگه رد شد، یواش سرم بردم گفت بشین اونجا راحتی. نشستیم اونجا یه جایی رسید من دیدم ماشین نمیکشه، سربالایی بود، دیدم ماشین دیگه خیلی به زور میره. بلاخره این به زور اومد بالا، رسید به کف، اومد من گفت بیا پایین. تا اومد بگی بیا پایین من نیومدم پایین، این شیشه رو از اون داشت اون جلو با اسب واسدادن اینا مثل که مرزبانان و فلا اینا. گفت نه بابا همون رو میخوام ببرن. آقا اومدیم پایین دیدیم آره پنج شش تا اسبی و فلا سوار شدیم. از این قاطران بود اولش، قاطر شد این هم اینجوری اینجوری میکرد. خیلی جا رو با این اومدیم، خیلی هم به من میگه اون ور کوه مرز. آقا اون ور کوه ما 6 ساعت رو اومدیم هنوز این میگه اون ور کوه. اونجا مرز باید از اینجا به بعد خیلی احتیاط کنم. من اون خاکی رو که اومدیم پایین دیدم آقا حداقل 200 تا اینجا قاطر و اسب هست، همه شون از این خورجین ها انداختن روشون، این ور اون ورشون گازوئیل، اینا تو اون کاراشون رو تو این شلوغی ها میکنن. آقا ما هی رفتیم جلو، گفتم مرزبان داره میاد فرار کن، فرار کردیم. دوباره نیم ساعت دیگه بیا دیگه این همه را اومدیم، اعصابم هم خود این وقت خسته شدم، خدایا چقدر بریم جلو برگردیم. یه جا هم پام لیز خورد، افتادم این دست چپم گذاشتم، افتادم رو دست چپم، آقا این مچم باد کت شده اینقدر، خدایا چیکار کنیم تو این ری بیریم. هیچی به هر حال یه جا باز رسیدیم، گفتن دیگه الان خلوته، از اینجا دو تا از این گازوئیلا برمیداری دستت یواشک اینجا جلو مامورا همینجوری میره. اینا هم همگی هرها برا اسبا رو میبرن، گازوئیلا رو خالی میکنن، میان دوباره اسبو اون یکی اسبا رو میبرن، دو تا هم دست خودشون میگیرن میبرن، می اینجوری میبرن خالی میکنن برمیگرد.
هر سری میرم ببینم مثلا موقعیت خوبه به من میگن این سری تو بیا، ولی عرض میام فرار کن، فرمانده اومد فلان، مرزبان اومد. آقا یه جای پسر اومد گفت آقا مجید بودو ها بودو بگیرنمون اینجا، هم کار شما زاره هم نمیدونی با اون خستگی من چی. آقا یه جا سربالای افتاده من دیدم دیگه واقعا نا نداره نمیتونه، ولی توی آن بغل درخت رد شدن من دم از این گونی پلاستیکی ها هستش، این گازوئیلا رو میندازن توی اینا رو پشت خراب پشت خاطره میذارن، پشت اسبا میذارن گونی پلاستیکی، گازوئیلا رو تو اینا جا میدن، سه تا این ور میذاشتن سه تا این. من بغل درخت رد شدن دیدم 6 7 تا یا 4 5 تا از این گونی ها ریختن اونجا. آه اینجوری شیرجه زدم زیر این گونی ها، این گونی ها رو کشیدم رو مچاله شدم گونیا، ولی دیدم این زیرم این ماسه ها دارن دکومه، انگار میخوام را بیفتم اینجور. از این ورم اینا بوی و گازوئیل گیجم کرده، ولی کشیدم رو. باور کنیم مرزبان اومد شاید 4-5 بار چراغ انداخت همه جا را، این ور اون ور چراغ انداخت به گونیا هم. وقتی به گونیا میرسیم از نور میفهمیدم دیگه نور به من داره نزدیک میشه. بعض این که اینا رفتن مرزبان اینا رفت یارو مکن خدا رو شد گفت مجید 3-4 بار انداخت رو گونیه ای به من گفت اون چی اونجا میگه منم گفت اون گونیه پاره شده اونها باید ببرم بدوزیم. من دیدم الان صبح میشه بعد یکی دو ساعت صبح میشه اینا هم خب کار تا اینجا اومدیم کار نمیتونم بکنم. گفتم داشت اون دستاشت رو میشه بده به من اون میخواد چه؟ گفتم تا اینجا بردی منو ممنونم ازت بزنیم به بعدش من فکر کنم. این دستا چه کردشو گرفتم بود همینجور کردا میبندم ببن سر من بس. یه دونه هم از این یکی شال کمرشونو گرفتم بس اینجا دیدم بلا استثنا اینا همشون شلوارشونو گشتن زیر جورابش، شلوارم گشتم زیر جورابم، این دهنه اسب اینونا انداختم رو دوشم. یه گازول گرفتم و اومدم این یکی گازول رو بردم، نه این دستم در رفته بود نه زرد دیده بود باد کرده بود نمیتونستم گازوئیل خالی کنم. گفت کرا کجا؟ گفتم او ویل کن تو رو خدا یه دقیقه واس گازوئیل خالی کنم اینقدر که دیگه مثلا این خالی دیده نشد دست اینقدر که بتونم با این دستم برداشت. ما اومدیم از جلوی این سرباز از جلوی فرمانده اینا چی بود مرزبان را هیچ اصلا به ما هم نگاه من زیر چشمه ولی حواسم بود، ولی خودم هم مثلا طور نشون میدادم که یه موقع شک مگی نکن. رد شدیم مثلا کاری به ما نداره رد شدیم به من یه رسیدمون نزدیک فکر کنم 10 متر نامونده بود به اون چیزه دیواره، یکی به من گفت مجید از این دیوار باید بپریم. من میرم جلو قلاب میگیرم، ما هم تو کشتکت جوپا میزدیم، گفتم تا تو قلابو بگیر نمیدونی چه نیروی اومد اونجا بیم. دویدم یه جوپا افتادم اون گودم سرم هم بخوره دستم هم بخوره صورتم هم بخوره فقط بیفتم اون ور. افتادم اون ور، تا افتادم اون ور یکی به من گفتش که مجید آبه. گفتم که آره من مجیدم. گفت من فارس جبیل میارم. دیدم ترکی حرف میزنه. گفتم که آره اسم من مجیده شما کی هستی؟ گفت هیچی نگو بیا سوار کامیون شو. روستا هم نبود شهرم نبود یه چیزی بزرگتر از روستا بودم. رسیدیم اونجا یه خانمه بود کرد قد بلند پیر ولی سنی داشت. من گفت بیاد برو تو. رفتم تو به من گفت لباسات همه چی رو درار بشو. در بودم همه جام هم خاکی گلی ملی. یه لباس به امداد این لباس ها ما شست بند خدا آویزون کردن اونجا خوش شد و اینا تا اینکه صبح شد. صبح آقا یه مینیبوس اومد این پشت صندلی نداشت کلا همه رو اینو گوسفند پر کردن اون تو.
یه ذره اومدم به یارو گفتم داشت نگرد من پیاده شد. گفت یعنی چه آقا؟ گفتم بابا من اینجا چقدر میخوایم راه بریم؟ گفت 2 ساعتی میشه. گفتم خاکی هم میخوایم بریم؟ گفت آره. گفتم من اینجا نمیتونم بشم. آقا از این درمرای این مینیبوسه از این پشتش بوی و گازوئیل خاک میزن تو. حالا تو کیا هستن؟ افغانی، پاکستانی، گرجستانی، نمیدونم تاجیکستانی، همه انواع اقصه. هر چی گفت بس بیا بشین جلو. بعد به من حرف زدم، از حرف زدم گفت آذری هستی؟ گفت آره. گفتم آره. گفت بیا بشین جلو. رسیدیم وانو، شهر وانو دیدیم. یه جای کوچیکی بود، زیادم من مثلا فکر میگم یه شهری که مثلا خب میگفتن سازمان ملل تو شوفران ایده مجاهدیم. نه بابا کجا مجاهد. تا اینکه شب موندیم به راننده من گفتم فقط یه جا منو بذار من شب بمونم اونجا، چون دیر وقت رسیدیم آخر وقت. بودم بره یه جای به من چیز نشون بده من شب بمونم اونجا تا صبح برم دنبال کارم. هیچی آقا ما اومدیم یه خونه ای بود ما رو برد اونجا، اونم گفت 20 لیر میشه. 20 لیر هم ما گرفت و اونجا هم 2-3 تا افغانی بودن، اونا هم میخواستن برگردن ایران. بعد من اینو پرسیدم چه برمیگردین؟ اینا گفتم بابا اینجا خبری نیست، اینجا نمیدونم حقوق نمیدم ماهانه 13-14 ساعت در روز کار میکشن، 600-700 لیر پول میدن و فلان اینا. خیلی ناله میکرد. هیچی شب موندیم اونجا و عموم اونجا یارو به من داد و رفتیم و اینا. صبح پا شدم من 2 روز بود تو این خیابونا میگشتم، نمیتونستم به اینا حالی کنم به ترکی. آقا این یو این کجاست؟ این سازمان ملل کجاست؟ میگودم خدایا من ترکم مثلا آذریم، نمیتونم به این ترک حالی کنم، این یو این کجاست؟ اینا که مثلا یو از جای دیگه میان یا فارسن یا فلان و اینا چیکار میکنن اینجا؟ تا اینجا این من یه چیزایی میفهمه من چی میگم. این منو میفرسته پلیس مرکزی، اون یکی مثل امنیت، اون یکی میفرسته نمیدونم پلیس چی. تا اینجا یه راننده تاکسی واسطاده بود بغل پلیسش، تا شیشهش باید میده. به اون گفتم که آقا اینایی که از کشورهای دیگه میان، مثلا ما میگیم کشور، اینا میگن اولکه. من اینا رو روزای اول خب نمیدونستم اینا چی میگه، الان یاد گرفتم. بهش حالی کردم من از ایران مثلا اومدم اینجا، اینجا یه جایی هستش که ایرانی ها، افغانی ها، نمیدونم پاکستانی ها، گرجی ها همه میان اونجا اسمشون. گفت آه فهمیدم چی میگه. بیلشمش ملت رو میگه؟ این تا گفت بیلشمش ملت هم این معنی همینو میده. سازمان ملل بیلشمش ملت، یعنی ملت هایی که اونجا یکی هستن. گفتم آره همینه، این تقریبا این اونی که من میخوام با این یکی. حالا آقا ما رو برد آخر شهر رو توی کوچه. من شک کردم اونم سازمان ملل آخر شهر تو کوچه چه. رفتیم بابا یو این یو این میگن یه ساختمان اجاره کردن، یه دکه گذاشتن جلوش، هیچی اونجا مامورا و اینا هست. یکی ما در رو زدیم و گفت الان رسیدم بیا تو. جلوش هم پر آدم، کس به کسی جواب نمیده، ولی کسی که میرسه فوری میبرن پرسجو میکنن، یه فرمی هست میدن پر میکنه، بعدش عکس مکس تو میزنن روشون، ورقه رو میدن و میگن برو صدات میکنه. من هم منتظر اون ورقه بودم که بگیرم ازش، مثلا دیگه اینجا گیر ندن بهمون. پایین که میخوای بیای تر پلا رو بیای بالا، اونجا یه در هست، دومین در در اتاق منه که بیای پلا بالا طبقه سومش، یه طبقه سرمونیوم پایین، بالای اون تلویزیون سازه، بالای اون اتاق من افتاده بود. آقا در رو زدن، من فکرم بهزاد همه با زیر پیرن و با زیر شلواره باشم، در رو بکنم یه دونه گذاشتن اینجا تو صورتم، افتادم زمین. افتادم زمین و
بعد دیدم آقا سه تا جوراب به سر، دستکش به دست. آقا چشت روز بعد نبینه. درگیری شروع شد. اینا بزن من بزن. ولی میزدن اینا دیگه. دو دقیقه طول نکشید. من خب هر کدوم میومد جلو ده تا اونجا که ازم برمیومد نمیذاشتم زیاد نزدیکشن. میگفتم نزدیکشن دست بالم بگیرن دیگه کار نمیتونم بکنم. اینو با لغتونو با ماشینو با کله هر جور رو دور میکردم. تا اینکه این بیشرفا قشنگ یادمه این چیزهای دکتره هست یا این کاغذ برا، یعنی وقتی 7-8 تا کشیدم به من این سوزشش به قدر بود که کندم میکرد. یکی از آقا فوری دهنم رو گرفت، این بی پدر مادرم، این از این ور میزنم 60 تا به هم چاقو زدم، همه جاهاش هستش. ولی خب نمیخواستم بکشن، یا اون چیزی نبود که فرو بره، اون که دستش بود چیزی نبود فرو بره. خب اینا مازن ای بکشن با یه اسلحه خفه کنی یا با مثلا با یه چاقو دوتا فرو میکردن کار تموم شدی. آقا هیچی، من وقتی از کار افتادم دیگه نها نداشتم، همه جام کشید دهن ما رو گرفتم، اون یکی دستم و یکی پامو از در آوردم ما رو پیشه. من دیدم دارم میبره این همه چیز کن، بیا اینجا دارم میبرم. به خودم گفتم مجید اینجا باید کاری بکن دیگه. تو دست اینا وول خوردم، وول خوردم. همین که منو بندازم به اون در یه لغت، به این شیشه یه لغت، به این هر چی که میتونستم شکوندم. سر صدا شد، این همسایه ها ریختم بیرون، نه خبر نه خبر نه خبر. من آژیر پلیس قشنگ یادمه، به طور که میگفت آرابرانه آرابرانه، یعنی باز کنید اینجا رو باز کنید. اینا در رفتن، اینا همونجا من انداختن رو پلا در رفتن. همه جا منم خونه، همه جا اینجا هم خونه. هیچ ما را چیز رو بردن این وقت فوری چیز مامورای حقوق بشر اومد. اسم اون پسر چی بود؟ عمر. عمر اومد مجد آب گشمش اوسون نه بود نه عبدالر بودم اونجوری شده دی. ما را بردن بیمارستان، بردم این ماستان. ولی خب طوری چیز بود که بخیه نخورد به من، همه جا سطحی بود. بردن اونجایی هم به من پول میزدن، سرم میزدن، پانسمان هم عوض میکردن اینا. یواش یواش دیگه من بلند شدم، باش باش بلند شدم، یه زه حالم خوب شد دیگه، میرفتم حیات سیگار میکشیدم و فلان اینا، حالم تقریبا خوب شده بود. یه روز همون توماسه اومد، بازم اومد با معاونش، یه خانمی بود، گفتش که میتونی راه بری، زخمات درد نمی کنه. گفتم نه تقریبا خوب شده. ولی خب یه اومدم دستم مخواستم اینجور کنم باز میشد اینجور. گفتش که چند روزم بمون، چند روزشون یه هفته شد، یه هفته هم اونجا موندم دوباره. بعد اومد گفتش که به اون یه محمودی هم بود، وکیل اونجا بود، یه ارکان هم بود، اونم مثل که مسئول اون چیز بود، گفت اینو ببرین دیگه خونش نذارید بره، ببرین هتل قهرمان. اووردن اونجا میگفتن جمهوریت جاده است، تو وان یه خیابون اصلیش بود تقریبا. ما رو اووردن اونجا و یه هتل گرفتن طبقه سوم چهارم بود اونجا. بعد دیگه ما تو اون هتل موندیم. اونجا هم یه پسر بود افغانی، به اصطلاح سرایدار اونجا بود، چه این ملافه اینا رو عوض میکنه. هر روز این ملافه های من عوض میکرد. من دکتر بهم گفته بود که دوش بگیریم اینا، بعض موقع حموم رفتن اینا کمکم میکرد اینا. که دو ماهی من تو اون هتل موندم، دو ماه موندم اونجا، دیگه خوب و خوب شد. اینجا تموم که شد گفتن که حالات الان خوبه، خوبه دیگه، راحت میتونی بیای بری و اینا. گفتم بله. گفت مصاحبت رو انداختن جلو، حالا مصاحبه پلیس ما رو انداختن جلو، مصاحبه یون اینجا یه سال رو میگفتن 17-18 ما وقت میدادن، مال من همه رو کشیدن جلو آوردن. 18 روز تموم. آسل اسم یه دختر بود، آسل. یه دخترم بود سونگه،
اینا از آنکارا اومده بودن تو یون چیز وان، اونجا هر روز با من چیز بود. این هشتشتونی می اومد این یارو ماشین یونه، راندشه می کور بود قد بلند، منو می برد یون. باور کن شب می شد اینا همه شون می رفتن، این کارمندهای یون، منو این منو اینا بودیم، هنوزم سوال می کرد. دیگه خسته می شد، ما بابا چقدر حرف می زدن، 2 ساعت حرف می زدیم، یه چای مقام، یه سیگار می کشیدیم، دوباره می اومدیم. 2-3 ساعت درد میزدیم، یه چای سیگار، نهار میخوردیم، اینجور شب میکردیم. 18 روز پرسیدن اینا. از اون روز که اینا با داستان چی بوده تعریف کن، نقشه خانوها رو گفتم بکش، از کدوم که اومدی، از کدوم دهات ها رد شدی، قاچاقچیات که بودن، چجور وارد وان شد، همه اینا دونه دونه پرسیدن. اونا کی بودن؟ چه جوری شد اونجا درگیر شده؟ اسلحه را کجا خریدی؟ و زخمیات که همه اینا دونه دونه ریزم میپرسیدن. ها اینجوری نبود که مثلا این الان کرف بزنم. خیلی زیاد خوب الان نمیگه، ما خلاصش رو دارم. اونجا مثلا میگه ساعت چند بود؟ بعد از ظهر بود، قبل از ظهر بود، کیا بودن اونجا، چند نفر بودن، میتونه به اسمی از اونا به خیلی ریز میشدن تو موضوع. منم تا اونجا که یادم میومد یه میگفت. تا اینکه این چیزامون تموم شد، یه روز به من گفتن که آقای باهانه، ما امشب بلیت گرفتیم برای 3 نفر، شما را میبرن کرشهر. اون داشت کرشهر کجاست؟ گفت نزدیک آنکارا است، 1 ساعت و 2 ساعت مونده به آنکارا، اونجا یه شهر ترک دیگه. اینجا کرشهره، نزدیک آنکارا. بعد یه مدت من وان بودم، وان یوان فرستادم اینجا، قبولیمو دادن، ولی هیچ کشور قبول نمیکنه، به عنوان تروریست مسلحانه رد نمیکنه، برم میگرده. بعد حالا منتظرم تا یه کشور ببینم کدوم کشور قبول میکنه تا اینکه راهی اونجا بشیم.